سرخط خبرها و مهمترین ها، مقام پاکستانی تایید کرد که پلیس این کشور نزدیک به 100,000 مهاجر را بازداشت کرده است. قنسول طالبان برای پشاور، رهبر طالبان در مخالفت با TTP فتوا صادر کرده است. و همچنان در پایان، سریال رهبرکشی سر از امشب عملا آغاز شد. مشروع خبرها. وزیر اطلاعات پنجاب روز جمعه اعلام کرد که پیش از فرارسیدن نوامبر که ضرب الاجل تعیین شده حکومت پاکستان برای مهاجران است، حدود 99,000 مهاجر غیر قانونی بازداشت شدند. امیر میر گفت از این میان 33,000 نفر فاقد مدرک اقامتند و اخراج خواهند شد. نزدیک به یک ماه پیش حکومت موقت پاکستان به همه مهاجران فاقد مدرک رسمی اقامت در این کشور هشدار داد که پاکستان را تا 31 اکتبر ترک کنند، در غیر آن صورت زندانی و اخراج خواهند شد. حکومت پاکستان تا اکنون بیش از 60,000 مهاجر افغان را بازداشت و اخراج کرده است. قنسول طالبان برای پشاور، رهبر طالبان در مخالفت با TTP فتوا صادر کرده است. قنسول طالبان در پشاور در یک گفتگوی پرحاشیه تلویزیونی به گونه رسمی تایید کرد که رهبر آنان در مخالفت با فعالیت‌های TTP در پاکستان فتوا صادر کرده است. محب الله شاکل، قنسول طالبان برای پشاور در گفتگو با تلویزیون خیبر پاکستان از فتوای هیبت الله خانزاده رهبر طالبان در مخالفت با فعالیت TTP یا تحریک طالبان پاکستان پرده برداشت، موضوعی که تا هنوز در مورد صدور آن اطلاعات کامل وجود نداشت. شاکر می گوید که رهبر طالبان در مخالفت با تحرک طالبان TTP فتوا داده و گفته تحریک های نظامی TTP در پاکستان جهاد نیست. محب الله شاکر، قنسول طالبان برای پشاور گفت فدواست مجری از سوی امیرالمومنین، بله امارات اسلامی از سوی او رهبری می شود. به اضافه این فدوا، وزیر دفاع مجاهد صاحب نیز گفته است که جهاد نیز جنگ است. اختر محمد راسخ، آگاه روابط بین الملل، معتقد است آیت کلام الله مجید یکی است و یکسان باید تطبیق شود. چطور می تواند که شود؟ نیم قرن در مورد ما افغان ها فتوای مدرسه ها و ملاهای پاکستان بود و از سوی جنرالان استخباراتی عملی می شد. نیم قرن ما تباه شده. امروز در پاکستان در جهاد روان است. پنجشیر زیر بمباران تبلیغات طالبان. اغلب ساکنان پنجشیر زبان پشتو نمی دانند و به این دلیل مقام های طالبان که می توانند فارسی صحبت کنند به این ولایت فرستاده می شوند تا بیشتر با مردم تعامل برقرار کنند. ولایت پنجشیر زیر بمباران تبلیغاتی گروه طالبان قرار دارد. مقام های ارشد طالبان به این ولایت سفر می کنند و در همایش های متعدد در مساجد و مکان های دیگر شرکت می کنند. این مقام ها تلاش می کنند با ادای پیروی از نظام اسلامی افکار عمومی در پنجشیر را به نفع خود تغییر دهند. طالبان با حمله های مسلحانه، انفجار، حمله انتحاری و کشتن شمار زیاد از شهروندان افغان توانستند بر این کشور حاکم شوند. چندین مقام ارشد طالبان از جمله قاری فصیح‌الدین رئیس ستاد ارتش، خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان و شهاب‌الدین دلاور وزیر معدن و پترولیم طالبان در مراسم اهدای جوایز به 100 شرکت کننده برتر در مسابقه سیرت نبوی در ولایت پنجشیر حضور داشتند. در مسابقه سیرت نبوی که طالبان برگزار کرده بود، حدود 3,000 نفر از ساکنان پنجشیر شرکت کردند. در این مراسم شمار زیاد از نیروهای مسلح طالبان نیز حضور داشتند که به عنوان ساکن پنجشیر ثبت نام کرده بودند. اغلب ساکنان پنجشیر زبان پشتو نمی دانند و به همین دلیل مقام های طالبان که می توانند فارسی صحبت کنند به این ولایت فرستاده می شوند تا بیشتر با مردم تعامل و تماس برقرار کنند. شهاب‌الدین دلاور وزیر معدن و پترولیم طالبان در سخنرانیش در جمع ساکنان پنجشیر اعتراف کرد که وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه و مسئولان محلی در پنجشیر برنامه های با هدف تبدیل کردن جوانان به نیروی خدمتکار برای وطن طرح‌ریزی کردند. او گفت نیروی جوان نباید در دام کفار گرفتار شود و با وطن خود دشمنی کند. این جوانان ما مدافع ملت ما و شما هستند و این جوانان محافظان آینده ملت ما و شما هستند. اگر این جوانان به هر گونه تربیت شوند به همان سمت روان می شوند. او ادعا کرد که پیش از روی کار آمدن حکومت طالبان افکار جوانان افغانستان تحت تأثیر سلطه اشغالگران بود، اما با سلطه طالبان نظام اسلامی در این کشور برقرار شده است و صدها از جوان، زن، کودک و عالم دینی با تحکیم نظام اسلامی هدایت شدند.
طالبان ادعا میکنند که شریعت اسلام را به طور کامل در جامعه اجرا میکنند و به هیچ کس و گروه اجازه نمیدهند که مخالفت شریعت اسلامی رفتار کنند. این گروه در هنگام جنگیدن با حکومت پیشین افغانستان و متحدان غربی آن مهارت‌های تبلیغاتی خود را گسترش دادند و از آن در راستای افزایش نفوذ خود استفاده میکنند. منابع آگاه در پنجشیر به اندپندنت فارسی میگویند که طالبان تلاش زیادی برای افزایش ساخت مدارس دینی کردند تا کودکان و نوجوانان را در این مدارس بر اساس دیدگاه‌های فروتی آموزش دهند. مساجد و مدارس دینی در 14 دهه گذشته به یکی از مراکز سربازگیری برای جنگ افغانستان تبدیل شده بود. طالبان در جریان جنگ با حکومت افغانستان و متحدان غربی آنها از مسجدها و مدارس دینی در افغانستان و پاکستان نیروی جنگی تامین می‌کردند. ساکنان پنجشیر نگران تکرار این اتفاقند و به همین دلیل به علاقه طالبان مبنی بر ساخت و گسترش مساجد و مدارس دینی با نگرانی می نگرند. منابع مطلع در پنجشیر میگن که طالبان منبرهای مساجد را به پایگاه‌های برای تبلیغ دیدگاه‌های فروتی خود بدل کردند و از این منبرها در راستای کسب مشروعیت و افزایش حمایت مردمی با استفاده از تبلیغات دینی استفاده میکنند. افزون بر آن طالبان برنامه‌های تبلیغاتی و سرودهای نیز با محتوای تقدیر و تمجید از انفجار، انتحار و مقام‌های این گروه از رسانه‌ها در پنجشیر پخش میکنند. طالبان بخشی از علمای دینی پنجشیر را وادار کرده بودند که فتوای دینی مبنی بر ممنوعیت جنگ صادر کنند. این علمای دینی جنگ علیه طالبان را نامشروع اعلام کردند و جبهه‌های نظامی مخالف طالبان خواستند که دست از جنگ علیه این گروه بردارند. نیروهای چریکی، جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی در پنجشیر و ولایت‌های همجوار حضور دارند و علیه طالبان عملیات انجام می‌دهند. طالبان با تلاش زیاد و با گذشت بیش از 2 سال هنوز نتوانستند این 2 جبهه نظامی را سرکوب کنند و حمله‌های چریکی آنها علیه طالبان ادامه دارد. بر روایت ساکنان پنجشیر، طالبان صدها پاسگاه و ایست بازرسی در این منطقه به بهانه تامین امنیت برپا کردند و حضور نظامیان طالبان در این ولایت بسیار زیاد است. طالبان در مورد گسترش مقاومت مسلحانه در پنجشیر نگرانند و به همین دلیل بیشتر تمرکز خود را در بخش نظامی در پنجشیر و ولایت‌های همجوار آن که اغلب تاجکان معطوف کردند. منابع آگاه به اندپندنت فارسی گفتند که شکنجه و بازداشت ساکنان پنجشیر به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی و همچنین نظامیان پیشین ادامه دارد. این منابع گفتند که طالبان 4 شنبه چند نفر از ساکنان پنجشیر با نام‌های نادرشاه، شمس الرحمن، فضل ربی، سراج الحق و احمد فرید را در منطقه دارالامان شهر کابل ضرب و شتم کردند. این منابع گفتند که اتهام این افراد مشخص نیست. شمار زیادی از ساکنان پنجشیر هم در زندان‌های طالبان به سر می‌برند. حکومت طالبان با توسل بر زور بر افغانستان حاکم شده است و به همین دلیل بسیار از شهروندان افغان با حکومت غیر دموکراتیکی که هیچ دخالت در انتخاب مقام‌های آن ندارند مخالفند.